احتمال آزادی تتلو با سند و صحبت‌های دوباره مادرش از وضعیت پسرش در زندان و خبر خوبی که تا چند روز دیگه قرار بده. شاید باورتون نشه ولی من ماه فرستادن هانی کرده به زندان با همون پای تیر خورده که میگن خودش به خودش زده و رفیقاشم گفتن میریزیم درهای زندان رو میشکنیم. درگیری شدید و حمله به گندم به خاطر یاس و دعوایی که سر این ماجرا به وجود اومده. اون گندم فیس بدون پستونم ناموسن نمیشاشم روش. بدون شوهر نداره، یک گردنگیر نداره ناموسن. استوری جنجالی تویی که گویا قرار بعد از تولدش از یک سورپرایز بزرگ در رپ فارسی و موزیک ایران رو نمایی کنه و کلی اتفاق جنجالی دیگه که در ادامه میبینید. خب همونطور که میدونید چند روز پیش مادر تتلو اومده گفت که توی زندان گوشی به دست تتلو رسیده و به فضای مجازی دسترسی داره که بعدش سری خواهر تتلو تکذیب کرد و اما حالا دوباره مادر تتلو اومده و گفته که همگی خوشحال باشین چون تا چند روز آینده خبرهای خیلی خوبی قراره بشنویم. حالا معلوم نیست ماجرا از چه قراره، ولی یه عده میگن میخوان به طور موقت تتلو رو با سند آزاد کنن یا به پروندهش رسیدگی بشه. و اما از اون طرف هم حسین تویی اومده یه استوری جنجالی گذاشته و گویا قرار از ماه دیگه و بعد از تولدش یه سورپرایز بزرگ برای موزیک ایران داشته باشه که گفته میدونم خیلی باورشون نمیشه. حالا از طرفی هم ممکنه این حرکت بزرگ برگزاری یه کنسرت مشترک با نسل ایکیا باشه که همه دور هم جمع شدن و یا یهو دیدی اصلا حسین تویی هم اومد ایران. خلاصه هر چه که هست هیچی از حسین تویی بعید نیست و همیشه یهویی یه حرکتای بزرگی میزنه که باید دید این دفعه ماجرا چیه. بریم سراغ هانی کرده که به زاری یکی از لاتای تهرانه و چند روز پیش با گلوله و چاقو زدنش و حالا خودشو بردن زندان و ظاهرا اونایی که باهاش درگیر شدن ادعا کردن که هانی کرده خودشو با اسلحه زده و حالا هم رفیقاش میگن ما میریزیم زندان رو تخریب میکنیم و نمیذاریم اون تو بمونه. و اما هیچکس هم اومده یه حمله سامورایی به آمن سادات ذبیح‌پور داشته و بهش میگه تو برو فیلم چیزتو بازی کن، که البته این درگیری به خاطر درگیری بین ایران و پاکستان بوده که اونم موشک زدن به یکی از روستاهای جنوبی ما و چند نفر رو کشتن. و اما از اون طرف هم گندم اومده یه جرای جدید داشته که توش از اسم یاس استفاده میکنه و بعد یه سری از رسانه ها به اشتباه میگن که گندم به یاس دیست داده که خب این خبر اشتباست، ولی از اون طرف برخی از رپرها مثل مجهول به گندم حمله کردن و یه درگیری شدید هم بین تیم گندم و یکی از نسل چهاری به وجود اومده که حسابی جنجالی شده. اون گندم فیس بدون پستونم ناموسن نمیشاشم روش، شوهرم نداشت نمیکنمش به ناموس زهرا. امسال گندمو میدم فقط پای گاز املت درست کنم، غذا درست کنم. سیک شتیرید بابا جون ناموستون، من کیرم تو دهن پرروتون. شما که همتون میگم پشت کامپیوتر پستون درست حسابی دارید، نه یه بر روی درست حسابی دارید، نه یه توپولی دارید. گندم هیچی نداری آخه تو، کس نمیدونم چجوری میکنم تو رو. بعد من موندم، این بابا یه دونه شوهر نداره، یک گردنگیر نداره ناموسم، بندازید رو خطمون دیگه. مولا سرمونم خلوت این چند وقته، بندازید رو خطمون یه ذره درد خاک بپا کنیم. بکنی شوهری موهری هر کی هست بندازیدش رو خطمون بیاد. اجازی یا تو نمیدونم موزیکاش میگه که دخترم اگه گنگ میشه نمیدونم فلانه، بچه من اگه گنگ میشه. خب کس من نمیدونم، یه ذره به مغزتون فشار بیارین ببینین همین دخترایی که تو رپ فارسی دارن کار میکنن، گندم و بقیه دخترا خیلی از شما گنگترن که با شما حیوونا دارن کار میکنن. شما حیوونای زبون نفهم کار کردن بایتون سخته. و این که به قول یکی از بچه ها میگفت مگه ماشه یه کلتو فشار دادن چقدر زور دست میخواد که مثلا طرف اگه گنگ بودن به تیر و تیراندازی و چاقو کشیه از نظر شما، اگه چقدر زور دست میخواد که یه تیزی رو فرو کنی تو یارو. خب کس یه ذره فکر کنی. نمیدونم حالا کلن زیاد اعصاب خودتون خورد نکنین، چهار نفر دارن پیشرفت میکنن، بخیل نباشین، شما بشین نگاه کنین، چون گفتم هیچ گویی نمیشین، یعنی حتی اگه حسودی رو هم بذارین کنار هیچ گویی نمیشین تو رپ فارسی.
نمیدونم بعد یه کار دیگه پیدا کنی. حالا من یه ذره زیر نظر میگیرمتون، ببینم میتونم براتون شغل دیگه پیدا کنم. سلام تو استیگار فانز، I would like to thank you for your all your kind message that you sent to me that give me a lot of force and I'm in good hand and try to be back as soon as possible to play for this lovely team. Thanks a lot. در استیگار انشالله زود برمیگردم. سه روز پیش در حین تمرین متاسفانه که بیمشتا یه حادثه ای شد، حادثه شدتش رو میخوام در حد خدمتون بگم که من در از 21 دو سالی که تو سطح‌های مختلف فوتبال خدمت رو کردم حقیقتا همچین در این حد ندیده بودم، شاید تو سایر لیگ‌ها کشور دیگه هم به این صورت و در این حد با این جدیت واقعا نبوده، بسیار نادر بود. برخورد استو که یکی از بازیکنان مستقیما به صورتش روی چشم چپ کوین بود که در حدی که دچار خونریزی نسبتا شدیدی شد و همونجا مشخص بود که آسیب جدیه، هم بحث آسیب استخوان‌های صورت و هم بافت نرمشون. خوشبختانه با امکانات مناسب و خوبی که باشو از قبل تهیه کرده بود توی کمپ محل تمرین، اقدامات اولیه به نحو احسن انجام شد با کمک همکاران و دوستان و بعد از استیبل کردنش، خب اینو بگم که من توی شوک وازوگاگال رفت به خاطر شدت آسیبی که وجود داشت که بلافاصله احیا شد مریض. سریعا ما آمبولانس رو خواستیم و بعد از اینکه آمبولانس اومد بیمار رو ما با هماهنگی که قبلا با یکی از بیمارستانه کردیم اعزام کردیم به بیمارستان. اول بیمارستانی که ما رفتیم بیمارستان سلامت فردا بود. ما همینجا جا داره که از کادر بیمارستان، همکارای عزیز، پزشکان، خصوصا بخش تصدیبرداری تشکر ویژه داشته باشیم به خاطر حمایت‌های خیلی خوبی که کردن با سرعت بسیار عالی، با کیفیت خیلی خوب و امکانات خوبی که داشتن اون نیازمندی‌های ما رو برطرف کردن و با مشاوره‌هایی که ما همونجا انجام دادیم و بگم شاید کمتر از 20 دقیقه همه اتفاقات اون بیمارستان اتفاق افتاد، به این نتیجه رسیدیم که آسیب مهم و جدی ایشون بحث چشمش هستش. حالا در کل نظر شما در این مورد چیه؟ حتما نظرتون رو در قسمت کامنت ها بنویسید. پس تا ویدیوی بعدی، بدرود.